بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امروز بخش دوم درس خود که ادبی مستعمله در امراض تنفسی است میخوانیم. معرفی امراضش قبلا در لکچر قبلی گفتیم، حالا سر تداوی مریضی اسما صحبت میکنیم. ببینید، یک تصویر است بر شما، یک مریضی که نرمال است برونکسش نشان داده و یک مریضی که استما داره ایرن برانکسش نشان داده. شما ببینید چقدر تفاوت داره. اول، یک مریضی که نرمال است، ببینید که قطر برانکسش چقدر کلان است. یعنی قسمت اعظم امی ساهر قطر برانکس گرفته و یک قسمت کمشه طبقه مخاطیش و طبقه عضلیش. این را باز مقایسه کنین که دینی تو یک برانکس که مصاب استما است. شما ببینین قسمت اعظم ساهر طبقه عضلی گرفته، سموت مسل هایپرتروفی کده، کلان شده و اینی فرازات هم میبینین دیگه به خاطر اسم میوکس سیکریشن تولید مخاط زیاد شده و قطر برانکس ها را بسیار چی کرده، کم ساخته. یعنی اینی برانکس نرمال با اینی اندازه قطر تو رو رسم نمیشه قطرش را سعی کنید. و این برانکس که مصاب به استما است، استما خیلی مریضی التهابی است، قطر طبقه عضلیش بسیار زیاد شده و در قطر خود برانکس از جایی که هوا تیر میشه بسیار کم شده و افرازات مخاطر هم کتش میبینیم. این تفاوت یک برانکس نرمال کته یک برانکس که مصاب به استما است. یعنی وقتی ما مریضی استما رو تداوی میکنیم با این تو یک برانکس مواجه هستیم و باید کل هدف ما ای است که این برانکس یک التهاب دهی کم شوه تا قطر این طبقه کم شوه. ما میخواییم التهاب کم شوه، افرازات مخاطی کم شوه و از طرف دیگه میخواییم دوایی بتیم که قطر برانکس کمی زیاد شوه که از بین شوه خوب تیر شوه. یک گایدلاین برای تداوی مریضی استما داریم. استما چند حالت میتونه داشته باشه؟ در یک تعداد از مردم استما به شکل اینترمیتنت است، شکل خفیفش. و این چه قسم تعریف میشه؟ در صورتی که در یک هفته کمتر از دو روز مریض نارام باشه. یعنی همین حملات استما در هر هفته یکی دو کمتر از دو روز در هفته تجربه شد و خلاص. مثلا چه قسم حمله؟ امو حمله که وقتی ماده الرجین مواجه میشه به گرد خاک سلفه میکنه، نفس تنگ میشه. خب در این مردم ها، یعنی کسایی که در اینترمیتنت یا اسمای وقفوی دارن، ماینات سپایرومتری و ماینه که پف میکنن نرمال میباشه. اینو در تداویشان لانگ ترم کنترل چیزی کار ندارن، یعنی ضرورت ندارن هر روز دوا بگیرن، ولی فقط در اون وقتی که حمله می یک شارت اکتینگ بیتا دو اگونیست مثل سالبوتامول یا البیتوریل برشون میده. خب این یک حالت. حالت بعدی چی است؟ حالت بعدی است که این نام دیگه ایش است، یعنی حالت شدیدترش حالت پیشتر انترمیتن وقفه ای بود، حال مایلد پرسیستنت است. یعنی پرسیستنت ثابت یا به اصطلاح یک چیزی که دوامدار ببانه، مایلد پرسیستنت دوامدار خفیف. در یک هفته بیشتر از دو روز اتفاق میفته، سه چهار روز. در یک ماینه سپایرومتری یا ماینه پوف فصله نرمال میباشه. کسایی که در یک هفته بیشتر از دو روز از حملات استما مثلا نارام میشن، باز اونا ضرور است که همزمان
استروید بگیرن، انهیل کورتیکوستروید، استروید های انشاقی بگیرن که التهاب در برانکس هایشان کم بکنه. جمع شارت اکتینگ بیتا دو اگونیست. حالت دیگه استما، هر قدر که به اصطلاح استما پیش برای و تداوی نشه، از انترمنتن میره به مایلد پرسیستنت و مودریت پرسیستنت، دوامدار متوسط. هر روز شخص نارام میباشه از عملات استما. وقتی که معاینات اسپایرومتری هم انجام میده 60-80% نارمال میباشه. پیک فلویش 60-80% نارمال میباشه. یعنی چی؟ یعنی در معاینات اسپایرومتریش تغییرات میه، فعلا همین قیاد میگیریم، چون بس امروز ما در ارتباط با اسپایرومتری نیست. یعنی کسایی که روزانه حملات استما سرشون میایه و هم معاینات اسپایرومتریشان هم غیر نرمال میباشه، باز برزوا هدف تداوی مایی است که هم زمان هم لانگ اکتینگ بیتا دو اگونیست بگیره و هم دیگه استیرویدهای انشاقی بگیره. و در حالاتی که حملهش سرش میایه باز شارت اکتینگ، یعنی این مریضای مدرت پرسیستن لانگ ترم هم تداوی کار دارن. یعنی چی؟ هر روز دوا باید بگیرن، نه تنها در جریان حمله. حالت شدیدتر است ما سیویر پرسیستنت است، هر دوامدار مریض نارام است، معاینات اسپایرومتریش هم در حد کافی نرمال است، دیام ضرورت است هم لانگ ترم تداوی شود هم کویک ریلیف ده اثنای حمله تداوی شود. یعنی استما اشکال مختلف داره از نظر شدت. از نظر شدت یک درجه ای است که وقفه ای است، اینترمیتنت است، هفته کمتر از مثلا هفته یک مرتبه حمله سرش می آید، وقتی که از امون سلبی تعمل کش میکنه جور میشه. بیشتر اگر بره مایل پرسیستنت میشه، اگر تداوی نشه بیشتر از دو روز ده هفته باز مریض تجربه میکنه، 3-4 روز. و مودریت پرسیستنت هر روز مریض نارام است، یعنی هر روز حملات استما سرش می آید و معاینات اسپایرومتریش هم غیر نرمال است، یا باید هم لانگ ترم تداوی شوند، دوامدار روزانه دوا بگیرن و هم در جریان حمله. و حالت شدیدترینش سیویر پرسیستنت نام داره که همیشه نارام است مریض، 24 ساعت از نفس تنگی و اینا نارام است. باز یا هم ضرورت به لانگ ترم کنترل و کویک ریلیف کنترل دارن، یعنی هم در جریان حمله و هم دوامدار باید تداوی شوند. خب حالا میریم از دواهایی که به خاطر تداوی استما استفاده میشه صحبت میکنیم. خب وقتی ما میخواییم استما را تداوی بکنیم دو تا هدف داریم. یک، وقتی ما میخواییم استما را تداوی بکنیم ای برانکس های نرمال، حالا یکی از این برانکس ها بعد از اینکه به یک الرژن مواجه شده، بعد از اینکه به یک الرژن مواجه شده تنگ شده و شخص نفس تنگ است، سلفم میکنه و سلفش هم به اصطلاح ویز داره، چی کار کنه؟ دو تا هدف داره. یک، هدف اول ما کویک ریلیف است، چی کار کنیم؟ یک دوایی که زود تاثیر کنه، کویک ریلیف، همین لحظه عملاتش آرام شود. دو، داینده عملاتش نبیایه، لانگ ترم کنترول. یعنی در تداوی مریضای است ما دو تا هدف داریم. یک، کویک ریلیف، همین لحظه عملات شکایت آرام شود. دو، تکرار نشود. اینا وقتی ما میخواییم همین لحظه مریض آرام شود، ما دوایی را باید بدیم که شروع تاثیرش بسیار چی باشه؟ سری باشه. یعنی در کویک ریلیف باید دوایی بتیم که سری بیای همی برانکس ها رو دوباره پس دایلیت بسازه و مریض آرام شوه. خب به خاطر که یک دوا سری شکایات مریض در جریان 4-5 دقیقه آرام بکنه، او دوا باید سری جذب شوه و سری تاثیرات خودش شروع بکنه. ما به خاطر این هدف از چی استفاده میکنیم؟ از بیتا دو اگونیست ها استفاده میکنیم. بیتا دو اگونیست ها یعنی چی؟
امی دیوار برونکس ها طبقه عضلیشان سموت مسئله که اینجا وجود داره در اینجا از سیستم سمپاتیک آخذهایی که آمده بیتا تو نام داره و هرگاه ما یک دوایی بتیم که بیایه امی بیتا تو را تنبیه بکنه باز تداخل حجراتش تغییراتی میایه که منجر به این میشه که سموت مسئله ریلکس کنن و در نتیجه برونکس ها چی شوه؟ دایلیت شوه. اینال بیتا دو اگونست ها که هست امی دواهای بیتا دو اگونست دو قسم هستن. شارت اکتینگ بیتا دو اگونست ها شارت اکتینگ سریع تاثیر میکنن کوتاه دوام میکنن و لانگ اکتینگ دیر تاثیر میکنن و طولانی دوام میکنن. ما وقتی خواسته باشیم حملات حادش تداوی بکنیم باز کوشش میکنیم که از شارت اکتینگ استفاده بکنیم و وقتی میخواییم که از حملات بعدیش جلوگیری بکنیم و قایوری لانگ ترم تریتمنت انجام بدیم باز از لانگ اکتینگ. خب شارت اکتینگ بیتا دو اگونیست یعنی کسی که در جریان حمله است ما میهه ما برش چی کار میکنیم؟ یک بیتا دو اگونیست میتیم آخذهای بیتا دو را برا تنبیه بکنه و او بیتا دو اگونیست سریع تاثیر داشته باشه شارت اکتینگ تاثیر داشته باشه. بیتا دو اگونیست هایی که شارت اکتینگ تاثیر دارن در جریان 5 الا 10 دقیقه تاثیرشان شروع میشه و حداقل 4 تا 6 ساعت دوام میکنن. یا چی هستن؟ مثلا یکش سالبیوتامول است. سالبیوتامول است و دیگهش هم البیوترول است. یا بیتا دو اگونیست های هستن که تاثیر چی دارن؟ تاثیر سریع و تاثیر کوتاه دارن. خب یا را که بتیم بری مریض چی میکنه؟ مریض برونکوسپزم داده وقتی بیتا دوشه تنبیه بکنی آجل پس برونکو دایلیشن میده برونکس کلان میشه و ازش هوا خوب چیکار میکنه؟ عبور میکنه. کسایی که مایلد اینترمیتنت اسما داره یعنی فقط کمتر از دو مرتبه در یک هفته ما بسیار خوش داریم که یک دانه بیتا دو اگونیست برش بتیم خلاص. یعنی در مرحله مایلد اینترمیتنت یعنی کمتر از دو حمله در هفته سپری میکنن. خب یک دانه از او اینهیلرهای بیتا دو اگونیستا که در جیبش همیشه میباشه اکثرا سالبیوتامول میگیرن با مجردی که معامل آمد او را از جیب خود میکشه و دو پف کش میکنه مریض آرام میشه quick relief. خب چون ای دواها انشاقی هستن این بیتا دو اگونیست ها انشاقی هستن گرچه تبلیت هایشان وجود داره ما زیاد خوش داریم اما شکل انشاقی شده بدیم چون موضعی تاثیر میخواییم ما میخواییم که در ریه ها تاثیرات به وجود بیایه ولی بازم اینا جذب دوران میشن و عوارض جانبی که سیستم سیمپاتیک ده داخل دوران خون ایجاد میکنه یا میداشته باشه. یعنی وقتی ما بیتا دو اگونیست استفاده میکنیم خب سعیست که میره اکثرا در برونکس ها ولی میری هم خب پشت سر می به اصطلاح چی قرار داره ترخیا قرار داره دیگه میری هم همین جناقیت داره یک مقدارش میره در داخل میری بلا میشه و از اونجا جذب میشه در روده ها از روده ها داخل دوران خون جذب میشه از داخل دوران خون در کل بدن
به این خاطر میتونه اعراض و علائم بده. خب سیستم سمپاتیک که در کل بدن تنبیه شود چی اعراض و علائم میده؟ شما میفهمید سیستم سمپاتیک اگه سر قلب تاثیر بکنه، خب آخذهای بیتا یک از اونجا و شخص تکی کار میشه، ممکن سوال پیدا بکنین که اوها خب بیتا دور رو تنبیه میکنن، این چه قسم شد؟ خوانده بودیم که هر دوا وقتی که با وجود تاثیرات انتخابی داره، وقتی مقدارش زیاد شود تاثیراتش خیلی انتخابی میشه، میتونه خیلی اینو تکی کارد یا به تک میتونه که گلوکوز خون بلند ببره. شما میفهمید سیستم سمپاتیک یکی از هورمونای مجادله با استرس ادرینالین است و با تنبیه یا خزاهای بیتا سبب میشه که تجزیه گلوکوز زیاد شود، گلوکوز تجزیه زیاد شود و شخص بباشیم مثلا رهاییش از داخل گلایکوژن تجزیه زیاد شوه، هایپر گلایسیمیا شخص پیدا بکنن، یعنی سبی گلوکوز میتونن این دواها چی کنن؟ بلند ببرن، میتونن سبی پوتاشیوم پایان بیارن، سبی پوتاشیوم پایان بیارن. ولی اینی عوارض جانبی زیادتر در چی کدام حالات دیده میشه؟ در حالاتی که جذب سی دوران زیاد شوه، مثلا تبلت استیروید یعنی سربیتامول یا البیتریول تبلتش استفاده بکنه یا مقدار زیادش داخل دوران خون بره. معمولا که اشکال انشاقی این قوارض جانبی دیده نمیشه، ولی اگر این اشکال انشاقی چون زیاد شوه احتمال داره که این اعراض سیستمیک شخص بده. برحال خب یکی تانستیم، یکی ما quick relief تداوی کردیم، quick relief امون لحظه یک direct acting beta دوکولیست میتیم برانکس ها کمی دایلیت میشه. یکی long term ما میخواییم که حملات به ای اسما بار بار اتفاق نفته، بیشتر برانکس ها براتون نشان دادم. در اینجا یک برانکس نورمال از برانکسی که مصاب به اسماست چی تفاوت داره؟ اینجا شما میبینیم برانکس نرمال از برانکس که مصاب به استما است چی تفاوت داره؟ یک کمی به شما بزرگ دیگه ساخته بکنم. ببینیم اینی سموت مسل هایپرتروفی داره و هایپر ریسپونسیف. سموت مسل هم هایپرتروفیز هم هایپر ریسپانسیو، یعنی زخامت اسموت مسئلش زیاد است. یک مسئله. مسئله دوم امی میوکوزا اینمی ساحه این نقطه که سیاسی ها را که میبینین التهاب است، حجرات التهابی را نشان میده. غشای مخاطی ازی یعنی حجرات التهابی در اینجا است. دیگه افرازات زیاد است. چرا افرازات زیاد است؟ چون التهاب سبب میشه قابلیت نفوذی رگا در او ساحه زیاد شوه و افرازات زیاد شود. وقتی ما میخواییم استما را استمایی که به اصطلاح مودریت میشه یا سیویر میشه را تداوی بکنیم، باید التهاب در این ساحه کم کنیم. خب دوایی که التهاب کم میکنن باید بر مریض بدیم. یعنی the long acting control باید بر مریض دوایی بدیم که امی رگا را قابلیت نفوذیش چیکار کنه؟ کم بکنه. چون استما یک مریضی التهابی است، دیا حجرات قابلیت نفوذی رگا چی است؟ زیاد است. از داخل رگای خون افرازات میبره و در داخل برانکس ها میریزه، برانکس ها را تنگ میکنه. در نتیجه ما باید یک دوای بدیم که التهاب چیکار کنه؟ نهی بکنه. خب دوای ضد التهاب شما یادتان است که استیرویدها از دواهای بسیار مؤثر ضد التهاب هستند. خب استیروید میتونیم در لانگ ترم کنترل است ما از استیروید استفاده کنیم. استیرویدها هم به شکل تبلت هستند، هم به شکل زرقی هستند و هم دیگه به شکل انهلر انشاقی هستند. خب ما زیاد کوشش خوش داریم که این استیرویدا را اگر ضرورت باشه در مجرای تنفسی انهیلر بتیم. بعضا با انهیلر
نمیتونیم اهداف خود به اصطلاح به دست بیاریم، باز در او صورت میتونیم به زرقی و تابلت شم روی بیاریم. ولی انهیلر انشاقی عوارض جانبی کمتر داره چون در مساحه عمل میکنه و آی وی و تبلت چون سیستمیک میره باز تاثیر میکنه، عوارض جانبی زیادتر میشه. خیلی وقتی که در لانگ ترم تریتمنت یا تداوی دوامدار امی مریضی هست ما که حملاتش بار بار نبیایه، ما از آی سی اس یا انهیلد کورتیکوستروید استفاده میکنیم. شما آی سی اس میبینینش، یعنی انهیلد کورتیکوستروید یا کورتیکوستروید های انشاقی. انهیلد کورتیکوستروید، کورتیکوستروید. کورتیکوستروید ها چی کار میکنن؟ شما میفهمین در یک ساحه که التهاب باشه اونجا چی اتفاق افتیده؟ یکی از اتفاقاتی که افتیده ای است که غشای حجرات در او ساحه تجزیه شده و غشا که تجزیه شد فسفولپیدایش در او ساحه افتیده. فسفولپیدا تبدیل شده به اراکیدونیک اسید. اراکیدونیک اسید توسط لایپوکسیجنیز و سایکلوکسیجنیز تبدیل شده به پروستاگلاندین ها، به لوکوتراین ها. لوکوتراین ها در برونکس ها تمام تغییرات را که دست ما میبینین میتونن به وجود بیارن. یعنی لوکوتراین ها میتونه قابلیت نفوذی رگا را زیاد بسازه. لوکوتراین ها میتونه سبب برونکوسپزم شوه، به می خاطر تولیدشان باید نشوه. ما وقتی که کورتیکوستروید را میتیم دینمی مرحله اول نمیمانه که فسفولپید براکیدونیک اسید تبدیل شود، نمیمانه که لایپوکسیجنیز بازی ها کار بکنن، در نتیجه نمیمانه در ساحه التهاب به وجود بیاید، نمیمانه که برونکس ها کنستریکت شود و نمیمانه که برونکس ها در مقابل الرجینا به اصطلاح هایپر ریسپانسیو نیست از خود نشان بده. خیلی یکی از تداوی های مهم در لانگ ترم یا طولانی مدت مریض های استما کورتیکوستروید های انشاقی است. اما مسئله که باید مد نظر باشه، چندین ما ضرورت است تا ای حملات اسما را قسم کنترل کنه که دیگه شخص در مقابل او چیزایی که اساس بود حساسیت از خود نشان نده. یعنی در صورت چند ماه دوامدار استفاده شوه، باز در او صورت همی هایپر ریسپانسیو نیسه سموت مسئلهایی که در برانکساس واره همی این هیلد کورتیکوستروید ها به اصطلاح از بین میبره. خب ما چیز دیگه هم که همزمان که اینهیلد کورتیکوستروید ها استفاده میکنیم و باید قبلن میگفتم، در لانگ ترم منیجمنت همی برانشیل استما دوای دیگه که اساسی است و باید از یادمون نره، لانگ اکتینگ برانکو دایلیتر هست. لانگ اکتینگ بیتا دو اگونستاز. یعنی لانگ اکتینگ بیتا دو اگونستاز چی است؟ دواهایی که با آخذه های بیتا دویی که در سیستم در برانکس ها در سمود مسئله هایش هست، آخذه های سیستم سمپاتیک بیتا دو و در صورت تنبیه شوند برانکس ها را دایلیت میکنند. لانگ اکتینگ بیتا دو اگونستا حدوداً 12 ساعت هلف لایف دارن. یعنی میتونین دو مرتبه بر مریض در 24 ساعت بتین و 24 ساعت اینا اعراض و علایمشان آرام باشه. ولی چون دوام طولانی دارن شروع تاثیرشان هم طولانی است. در جریان حمله هاد ما یار استفاده کرده نمیتونیم. چون در حمله هاد کار داریم، در جریان 5 دقیقه تاثیرات مریض چی شوه ایجاد شوه یا ای کار انجام داده نمیتونن. یعنی در لانگ ترم کنترل که اکثرا که اینهیلد کورتیکوستروید ها با زیاد ترکیب می باشن بسیار اهمیت داره که ما از ایام استفاده بکنیم. به خاطر چی؟ ایتو نمیشه که در جریان یک روز ما اجازه بتیم بر مریض 20 مرتبه حمله ها اسما به و 20 مرتبه شارت اکتینگ یا کویک ریلیف امول لحظه استفاده بکنم مثل سلبوتامول. به این خاطر ما میخوایم یک
لانگ اکتینگ بدیم، دو مرتبه در روز بگیره و حملاتش کنترل شوه. خب لانگ اکتینگ بیتا دو اگونیستایی که معمولا ما استفاده میکنیم، یکی سلمترول است، سلمترول، یکی هم فارمترول است. اکثرا ترکیب کته استروید ها می باشه، اکثرا در بازار ترکیب کته استروید ها می باشه. مثلا شما کپسول هایی که نامش از کامبی ویره او رو ببینین، نشته است فارمترول پلاس یک استروید، مثلا فلوتیکازون. یعنی در قدم کامبی ویر یک ترکیبش فارمترول است. یا انهلرایی که نامشان است سلمیکورت، اونا یک ترکیبشان سلمترول است و یک ترکیب دیگهشان فلوتیکازون است، بکلومیتازون است یا اینا. خب خیلی در تداوی است، ما در کویک ریلیفش شارت اکتینگ بیتا دو اگونیست استفاده میکده مثل سلبیوتامول و البیوترول، و در لانگ ترم تریتمنتش از لانگ اکتینگ، لانگ ترم کنترولش از لانگ اکتینگ بیتا دو اگونیست ها که دو مرتبه در روز داده میشه مثل سلمترول و فارمترول استفاده میکنیم. و در صورتی که مریض مایلد خفیف نباشه، در یک هفته بیشتر از دو مرتبه بیایه یا در هر روز بیایه یا شکل شدید داشته باشه، باز ما کوشش میکنیم که علاوه بر این که لانگ اکتینگ در جریان حمله، شارت اکتینگ در جریان حمله استفاده میکنیم، لانگ اکتینگش که دو مرتبه در روز باشه او هم برش استفاده کنیم و همزمان استروید انشاقی هم برش استفاده بکنیم. بعضی مریض ها با وجودی که در جریان حمله ما بیتا دو اگونیست میتیم مثل سلبوتامول البیوترول، و با وجودی که همزمان لانگ استروید های انشاقی را میتیم و با وجودی که سلمترول فارمترول لانگ اکتینگ بیتا دو اگونیست ها را میتیم، با وجود از یا هم اعراض علائمشان کنترل نمیشه، باز ما میتونیم که استروید خوده از این شکل زرقی یا انهلر تبدیل بکنیم به شکل تبلت و یا زرقی، مثلا از انجکشن میتایل پردنیزولون استفاده بکنیم. خب